آقای جمال ناصر فرهمند نامزد از ولایت فاریاب را اینجا با خود داریم. سلام بر شما آقای فرهمند، ممنون از حضورتان به برنامه. چی باعث شد که کارهای رسانه‌ای را بگذاری کنار و بیای خود را نامزد بسازی به پارلمان؟ یولی همون یخشیزدن یه مقام بسم الله دیگل قویقل قدم. سلام سیزگه بانو و همه تلویزیون کورشلرگه محسن ملت غیر فاریاب که خوشحال هستم از اینکه در جمع شما و در این برنامه فرصت گفتگو برام داده شد. من بیشتر از یک دهه بود که در رسانه ها کار میکردم و کار آخر من در طول و نیوز بود. من فکر کردم یک رسالت اخلاقی من بود که باید خط شد. بله دوباره وصل شوه. بیفتلاغ تصویر شهر و دهی ولایت جریان داره را بازگو میکرد. فکر میکنی برای خود تانستی یک جایگاه بسازی که مردم بتونن اعتماد کنن براتون رای بتن بر رفتن به پارلمان؟ مطمئنن که پایگاه ما زمانی که وارد کارزار شدم دیدم بسیار پایگاه بزرگ ساخته شده بوده و یک اعتماد کلان بین ما و مردم عزیز ما ایجاد شده بود. مثلا ما رفتیم بدون هزینه کردن پول های زیاد یک جماعت کلان و با محوریت کلان مردمی را شکل بدیم که امروز فاریاب شمول است و در صدر کاندیدایی که امروز پیشتاز باشند ما قرار داریم. از نگاه مردمی جوان ها بخش عمده و بزرگ از کمپینرهای ما هستند، خانم ها بیشترین بخش کمپینرهای ما را تشکیل میتن. به اون خاطر ما وقتی از طلوعان برآمدم من فکر کردم یک محوریت بزرگ مردمی باید باشه که من حداقل بتونم در خدمت مردم باشم. از طریق رسانه ها تنها کاری که میتونستم اطلاع رسانی بود که من فکر میکنم بیشتر از یک دهه کار در رسانه کافی بود. حال فرصت عزیز بود که من خاموش نمیشستم. حالا آقای فرهمند برای رفتن به مجلس نمایندگان چی برنامه‌ای دارید؟ برنامه‌ای بسیار اساسی در دو سطح ما باید در نظر گرفتیم، یک در سطح ملی و در سطح داخلی. در سطح محلی، در سطح ملی روی برنامه‌های کار بکنیم، روی قوانین کار بکنیم که او حکم شرعیت است، او منافع ملی مردم افغانستان است. مثلا قوانین را ما کارت سبز بالا می‌کنیم که در او منافع کلان مردم افغانستان افتاده باشه. متأسفانه در گذشته قوانینی هم پاس شدن از پارلمان که خیلی زیاد مورد توجه نیست و کاربرد نداره. در مثلا کدام قانون؟ چند مورد مشخص وجود داره که اگر بریم مشکافی بکنیم باز من فرصت زمانی زیاد ندارم که به مسائل بپردازم. من مواردی که مربوط خودم است باید بپردازم. در سطح محلی ما به سال ضرورت داریم. امنیت یکی از خواستهای بسیار جدی است. شما برین در اطراف شهر میمنه هزاران بیجا شده شما میبینین که نان خشک ندارن بخوردن که از اطراف ولسوالی ها آمدن. ما میتونیم در سطح محلی پول ارتباط بین گروهایی که امروز سلا برداشتن در مخالفت با حکومت قرار دارن با استفاده از متنفذین روحانیون علمایی که در فاریاب هستن و مایی که نماینده مردم میشیم مذاکرات محلی را در سطح فاریاب ایجاد بکنیم و آغاز بکنیم. تنها با دو بیانیه شورای عالی صلح نمیشه که صلح در افغانستان تامین شود. ما هستیم که صلح را میتونیم تامین بکنیم. در سطح محلی مذاکرات را آغاز بکنیم. مسیر شورای ما دو سال است در دست طالبا است یا سه سال است. متاسفانه که رفت آمد بسیار بسیار به کندی صورت میگیره. سخت است، حتی افراد عادی نمیتونن. فرصت کم است، میشه که کوتاه‌تر اگر پاسخ داشته باشین. شعار انتخاباتیتان چیست؟ شعار ما گفتیم که یک شعار عمده است که صدایتان باشم، آمدم تا صدایتان باشم و در زیر مجموعه از یک شعار دیگه هم است که گفتیم آماده شوین به رویاهای بزرگ جمعی مون برسیم. وقتی من صدا شده تانستم این می صدا هویت ما است، این می صدا قدرت ما است و این می صدا ارزش ما است که میتونم به رویاهای کلانی که مردم فکر میکنن به گرفای اجتماعی برسن، به گرفای اقتصادی برسن یا صلح نسبی را که آرزویش دارن به رویای بیش نیست امیال صلح به پروسه ها تاثیر گذار باشیم. ما این دو مورد را به عنوان یک شعار انتخاباتی انتخاب کردم. اگر به مجلس راه نیافتین آیا نتیجه انتخابات را خواهید پذیرفت؟ نتیجه انتخابات زمانی بر ما پذیرش است که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی اما اصل عدالت و انصاف را در نظر گرفتن نتایج اعلام بکنن، شفافیت در کارش وجود داشته باشه با کمال احترام میپذیریم. بله. در جریان پیکارهای انتخاباتی حس کردین که با سایر نامزدا متفاوت هستین؟ طبیعتا من چون از یک خانواده سرمایه‌دار نیستم، فیودال نیستم، بسیار آدم عادی و ما با گاردای بسیار زیاد نمیگردم، بسیار ساده در بین مردم هستم، در شهر هستم. من چون یک خبرنگار بودم در ظرف بیشتر از 10 سال منطور زندگی کردیم، یک زندگی تجملی نداشتیم. یکی از ویژگی‌های خاص ما بوده و این ما رو مطرح‌تر ساخته و چون ما از اون جمع اکثریت فقیر هستم برآمدیم و جامعه اکثرا فقیرها هستن و اینمی سبب شده که مرا نماینده خود میدانن او طبقه اکثریت. تا چه حد باورمند هستین که راه خواهید یافت به مجلس؟ من اطمینان برزی دارم که با دست خالی از نگاه اقتصادی وارد جامعه میشین، شما با دست پر برمیگردین در کارزارها، در برنامه‌هایی که مثلا حالا اومدیم جماعت‌های بسیار
کلان از مردم، روشنفکرا، پایه‌های بزرگ اجتماعی، توده‌های مردمی. وقتی من روزانه در 24 ساعت مثلا 5-6 ساعت خواب دارم دیگه، متواقی با مردم هستم، به معنای عزیز که من میتونم برنده باشم. من میخوام مبارزه را تا سرحد پیش ببرم و برنده این دور باشم. اما باور یا تلسم پیسدار نبودی در اینجا نمیرسی به شما. اصلاحات نیاز است به پارلمان تا وارد شود. بله، طبیعتاً اصلاحات بسیار جدی نیاز داریم. ما کسانی را در پارلمان فرستادیم که متاسفانه همون ترمینولوژی سیاست را بلد نبودند، همون کسایی را فرستادیم که زبان سیاست را نمیفهمیدند، از کوچه سیاست تیر نشده بودند و ما نمایندگان عمل کردند. سپاس از شما. آقای جمال ناصر فرهمند بودند، نامزد از ولایت فاریاب، که روی برنامه‌شان صحبت کردند.